سلام، با قسمت 32 سریال شربت زغالخته در خدمت شما هستیم. در قسمت جدید سریال شربت زغالخته، فاتی برای اینکه نقشه‌هاشو نسبت به دعا ادامه بده، یکی از افرادش رو به عنوان راننده پیش دعا میذاره تا با نقشه‌هایی که برای دعا میکشن شواهد لازم رو جمع‌آوری کنه و به واسطه اون شواهد دادگاه بچه رو به فاتی بده. در اون مدت زمانی که به وقت دادگاه مونده، دعا بچه رو در پارک گم میکنه و آدمی که فاتی برای دادن خبرها پیش دعا گذاشته به فاتی این قضیه رو سریع اطلاع میده و به عنوان دلیل تو دادگاه ازش استفاده میکنن. دعا منتظر روز دادگاهه و از هیچ چیزی خبر نداره که فاتی در طول اون مدت علیهش دلیل جمع کرده و حتی وکیل دعا طرف فاتیه. در صحنه این میبینیم که عبدالله به اومد میگه به کارهاش فاصله بده و یکم استراحت کنه، که منظورش این بوده که شبها مستخونه نیاد و به این کارش فاصله بده. اومد ناراحت میشه و با نورسما حرف میزنه و بهش میگه ما ازدواج کردیم و قرار نیست هر دقیقمون رو به همدیگه بگیم. شخصی به اسم ارطغرل که تابلوهای نورسما رو خریده یه نمایشگاه زده و نورسما رو برای معرفی به اونجا برده. از طرفی برخی از کاربران میگن که نورسما و ارطغرل خیلی به هم میان و ادعا میکنن که بعدها رابطه ای بین این دو قرار شکل بگیره، که این ادعاها از نظر من درست نیست. دادگاه با شواهدی که بهش ارائه شده ولایت بچه رو به فاتح میده و دعا بچهش رو میدازه و فرار میکنه، که تو را توسط پلیس دستگیر میشه و فاتح بچه رو با خودش میبره. ممنون که با کانال مدیا تیوی همراه بودین. خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو راجع به این قسمت از سریال برام کامنت کنید.